امام حادی علیه السلام و السلام می یکی از ویژگی ها و خصلت های اساسی که باید حاکمان و مدیران جامعه اسلامی داشته باشد تا بتوانیم او را حاکم جامعه اسلامی قلم داد بکنیم صداقت و یک رنگی است ما این سخن رو از کلام امام حادی علیه السلام خدمت شما و بینندگان محترم عرض بکنم قبل از او من این جریان رو نقل بکنم این جریان جریانی است که بالاخره خیلی از مورخان نقل کردن میگوید در زمان خلافت هارون الرشید زمانی آمد برای زیارت بیت الله الحرام وارد مکه شد کنار کعبه قرار گرفت کنار کعبه قرار گرفت دید که امام کاظم علیه السلام و سلام هم در کنار کعبه است مشغول تواف و مشغول زیارت است کنار امام کازم آمد از او سوال کرد که آیا شما همون کسی هستید که مردم را به سوی خود جمع می کنید؟ مردم را به سوی خود دعوت می کنید؟ مردم را به سوی خود تبلیغ می کنید؟ و می خواهید بالاخره مردم از اطراف ما دور شود؟ ما در چهره مردم و در نگاه مردم خراب شویم آیا شما هستید؟ امام کاظم علیه و السلام با جرأت تمام با جرأت تمام میفرماید انا امام القلوب و انت امام الجسوم آی هارون الرشید من دعوت نمی کنم مردم خود به خود به سوی ما می آید چرا؟ چون انا امام القلوب ما رهبر دلها هستیم اما تو امام و پیشوای جسم و تن مردم هستی تو با ضرب شمشیر بر مردم حکومت میکنی اما ما بر قلب مردم حکومت میکنی امام حادی علیه السلام و سلامم هم میفرماید یکی از ویژگی ها و خصلت های حاکم جامعه اسلامی این است که باید بر قلب ها حکومت بکند صداقت و یکرنگی داشته باشد نشود که او بالاخره خود را در یک مرتبه بالاتر از مردم تصور بکند کسی میتواند حاکم جامعه اسلامی باشد که او با صداقت با صمیمیت با صفا و با یکرنگی در بین جامعه زندگی بکند زندگی او متفاوت از زندگی مردم نباشد زندگی او بالاخره معادل و برابر با زندگی سطح متوسط جامعه باشد امروز اگر در جامعه ما میبینیم حاکمان یا مسئولان یا مدیران سطح رفاه اونها بالاتر باشد سطح آسایش اونها بالاتر باشد سطح امکانات که اونها برخوردار است بالاتر باشد به فرموده امام هادی علیه السلام او ویژگی یک حاکم اسلامی را ندارد نشانه یک حاکم اسلامی را ندارد در جامعه ما اگر بالاخره امروز سیستم حکومت یا دستگاه حکومتی دچار فساد می شود به خاطر همین نکته است که صداقت و صمیمیت صفا و یکرنگی بین حاکمان و بین توده مردم وجود ندارد